سلام بینندگان عزیز شبکه از دو تیوی 24 آگوست برنامه خبر امروز است. در استودیو با شمایم فیروزی حید برنامه را آغاز میکنیم و توجه کنید به موضوع های امروزی برنامه. حزب ها در تاجیکستان وارد انتخابات میشوند، اما با چی برنامه؟ بحث شکنجه در حصار. مقامات برادر شاه نعیم کریم را بر اثر شکنجه فلج کردند. تا امروز چهار حزب در تاجیکستان با پیشنهاد نمودن نامزدهایشان از آمادگی خود و اشتراکشان در انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر خبر دادند. نخستین شده حزب اگراری تاجیکستان 15 آگوست در انجمن غیر نوبتی خود رستم لطیف‌زاده رئیس این حزب و وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان را به حیث نامزد حزب به پرزیدنتی پیشنهاد کرد. روز شنبه 22 آگوست حزب سوسیالیستی تاجیکستان در انجمن 11مش از انتخاب گردیدن عبدالحلیم غفورزاده رئیس این حزب و وکیل پارلمان تاجیکستان با مقام پرزیدنتی اطلاع داد. برای لطیف‌زاده این بار اول باشد، ولی عبدالحلیم غفورزاده در انتخابات های پرزیدنتی سال 2006 و 2013 نیز نامزد از حزب سوسیالیستی تاجیکستان شرکت ورزیده بود و این دفعه بار سوم می شود که در انتخابات های پرزیدنتی حضور پیدا می کند. غفورزاده در هیچ یکی از انتخابات های گذشته آوازهای لازمه را به دست نآورده است. همچنین 23 آگوست سال 2020 حزب دموکراتی تاجیکستان نامزدی سید جعفر عثمانزاده رئیس این حزب را همچون نامزد به کرسی پرزیدنتی پیشبری کرد. این بار دوم است که رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان در انتخابات پرزیدنتی به حیث نامزد اشتراک میکند. عثمانزاده در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 اشتراک نموده، بنابر اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی خیلی آواز کم گرفته بود، اما در انتخابات پارلمانی سال 2015 آوازهای لازمه را به دست آورده وارد پارلمان گشت. محمود آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در صحبت با ازدا تیوی گفت که آنها در انتخابات اشتراک کردنی نیستند. با گفته آدینایف در اصل تغییر دادن روز برگزاری انتخابات پرزیدنتی از 6 نوامبر به 11 اکتبر غیر قانونی بود و اگر ما اشتراک میکردیم مردم میگفتند که مادام که غیر قانونی باشد چرا شما اشتراک کردید؟ به نظر این حزب جانبدارانش این انتخابات را قبول ندارند و اونیز نمیخواهد قانون شکنی کند. آدینایف میگوید اگر اعلان روز انتخابات قانونی میشد من شخصا نامزدیم را پیشبری کرده در انتخابات اشتراک میکردم. اگرچه حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نگفتند که انتخابات را بایکوت میکنند، ولی ظاهرا پیداست که چنین کردنیاند. امروز 24 آگوست نیز حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان از پیشبری نامزدی رئیس حزب رستم رحمتزاده به مقام پرزیدنتی خبر داد. بنابر نوشته رادیو آزادی، رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان روز دوشنبه گفته که هدفش کم کردن کمبیزاتی و رشد اقتصاد است و میخواهند رشد اقتصاد را سالانه به 10% رسانند. رستم رحمتزاده هدف دیگرش را اصلاحات در نظام بانکی دانست. اما باقی دو حزب دیگر، حزب خلقی دموکرات تاجیکستان و حزب کمونیستی تاجیکستان، تا حال نامزد خود را پیشبری نکردند. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان گفت که 3 سپتامبر در انجمن خود نامزد به مقام پرزیدنتی را اعلان خواهد کرد. به نظر کارشناسان با معین شدن نامزد حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان اسم پرزیدنت آینده کشور معلوم می شود. به نظر کارشناسان صحه اشتراک حزب های تاجیکستان در انتخابات پرزیدنتی امسال چیزی را در سیاست تغییر دادن نمی تواند. زیرا با گفته آنها از حالا غالب کیست و حتی پرزیدنت آینده معلوم است. اما در خصوص برنامه های حزب هایی که نامزدی خود را به انتخابات در پیش ایستاده پیشبری کردند، میگویند چندان باوری بخش و عملی شونده نیستند و حتی مشخص گفته نمی توانند که چی کار کردنی اند. این که حزب سوسیالیستی تاجیکستان میگوید در حالت پیروزی در دوشنبه مترو می سازد و وارد شدن ماشین ها را به پایتخت پولکی میکند،
برنامه لازمی گفتن نمی‌شود. از این دیدن مسائل مهمی دیگر مثل مهاجرت و مشکلات اقتصادی جدی داریم که باید حزب‌ها در برنامه‌هایشان آن را برای مردم پیشنهاد کنند تا دستگیری یابند. شماره از فعالان نیادهای جامعه مدنی یکجا با نمایندگان ساختارهای دولتی در یک نشست در آسایشگاه شاهانبری حصار مسئله استفاده از شکنجه هنگام بازپرسی مقامات تفتیشاتی و بازتاب این موارد در رسانه ها را مورد بحث و بررسی قرار دادند. این نشست با تشبث ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان تحت عنوان همکاری و رشد کسبی آید بر رسانه‌ای کردن مسئله های آزادی از شکنجه و مناسبت های بی‌رحمانه در روزهای 17 و 18 آگوست سال روان دایر گردیده است. شایره دولت و رهبری تشکیلات جمعیتی مرکز مستقل آید به حفظ حقوق انسان با آوردن اقتباس ها از قانونگذاری ملی و کنوانسیون های بین المللی استفاده و تطبیق همه گونه شکنجه خواه جسمانی و خواه روانی را کاملا ناروا و خلاف قانون حسابیده است. آزادی از شکنجه حقوق مطلق می باشد که هیچ وقت در یگان حالت باید محدود کردن نشود. شکنجه مناسبت و یا جزای بی‌رحمانه، مناسبت و یا جزای غیر انسانی رفتاری پسندنده شأن و شرف نمودهای مناسبت بد محسوب می‌یابند. عبدالرحمن شریفوف یکی از ادوکات‌ها در این همایش گفته است که در کدکس جنایتی تاجیکستان ماده 9431 شکنجه وارد کرده شده است که طبق آن شکنجه گمانبر شده، عیبدار شونده و سود شونده در حبس ممنوع می‌باشد. عبدالرحمن شریفوف افزوده است که در اساس توصیه‌های کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد 16 اکتبر سال 2019 به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تغییرات وارد گردیده، به جای جزای جریمه جزای محروم نمودن از آزادی به مهلت از 5 تا 15 سال پیش بینی کرده شد. طبق این تغییرات شخصانی که دست به جنایت شکنجه میزنند بعد ادای حکم تا 5 سال از حقوق اشغال منصب های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین محروم کرده می شوند. اما با گفته جناب شریف حالت های زیاد ثبت شده است که بازرسان نیادهای گوناگون هنگام پرسیش از شکنجه فراوان استفاده می کنند. مفتشان تاجیک بیشتر متهمان را با ماده های مربوط به دین، مذهب و یا حرکت های سیاسی را مورد اذیت و شکنجه قرار می دهند. نزدیکان شخصانی که با اتهام عضویت به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، اخوان المسلمین و یا دیگر گروه های سیاسی محبوس شدند، بارها از موارد بدرفتاری و آزار اذیت آنها خبر دادند. بر پایه معلومات منابع نزدیک به تفتیشات، فعلا دو عضو سابق ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، جلال‌الدین محمود و اسلام‌الدین فیضعلی بر اثر شکنجه زیادی مفتشان بیمار شدند. بنابر گزارش سامانه پیام، مقامات امنیتی تاجیکستان مسلم کوزوف برادر شاهنعیم کریم را شکنجه جسمانی و روانی نموده تا حد فلج جسمی آورده رسانیدند. منبع پیام گفته که قسمی چپی بدن مسلم کوزوف از کار مانده، بینایی‌اش هم سخت ضعیف شده است. گفته می شود که این شکنجه ها همه به خاطر آن است که مسلم کوزوف باید علیه برادرش شاهنعیم کریم اظهارات بدهد و از اینکه او عضو ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است و در اروپا پناه برده است انتقاد کند. نزدیکان مسلم کوزوف میگویند که بیش از نیم سال می شود با او واخوردن نمی توانند. امروز خود شاهنعیم کریم در صفحه فیسبوکیش صحبت آنلاینی دایر نموده خبر مذکور را تایید کرد. او در صحبت خود عمل کردی مقامات امنیتی کشور را محکوم کرده افزود که این همه شکنجه به خاطر چیست؟ چرا برادرم را برای من شکنجه میکنید؟ حتی چرا برادرزادم ربانی کوزوف که نه عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود و هست و نه به سیاست کاری دارد باید برای من شکنجه بشود؟ شاهنعیم کریم در ادامه صحبت مستقیم خود از مقامات خواست دست از این تهدید و فشارها بردارند، چون نه خودی او و نه نزدیکانش گناهی ندارند که اینقدر مورد اذیت و آزار قرار بگیرند. معاون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این همه فشارها را به فعالیت سیاسیش ربط داده افزود که فعالیت سیاسی و مخالف حکومت بودن در هیچ قوانین بین المللی جرم دانسته نمی شود.
چرا حکومت تاجیکستان از این عمل سخت میترسد و برای بستن دهان مخالفانش دست به آزار آنها و حتی نزدیکانش میزنند؟ مسلم کوزوف بیش از نیم سال قبل بدون اعلان اتهام بازداشت شده بود و همین طور بدون اعلان عیب نامهای دادستان و دادرس و به حضور وکیل دفاع محاکمه شد. دادگاه او را به 18 سال زندان محکوم کرده است. طبق اطلاع منبع پیام، مسلم کوزوف در زندان رقم 4 معروف به یکم سویتسکی نگهداری می شود و اجازه تماس با نزدیکانش را ندارد. خود شانایم کریم نیز با درخواست اینترپول 3 سال قبل ضمن یک سفر در افینا پایتخت یونان بازداشت شده بود، اما دادگاه این کشور پرونده او را سیاسی دانسته آزادش کرد. یک سال قبل مقامات امنیتی تاجیکستان خانه شانایم کریم را که عبارت از 3 حجره بود و در ناحیه سینای شهر دوشنبه منطقه 84 پایتخت جایگیر است غصب کردند. 21 آگوست سال 2020 وزیر رشد اقتصاد و سودا زوقی زاده زوقی امین با نماینده سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان خانم سیزین سینان‌اوغلو واخوری انجام داده است. با نوشته سامانه وزارت رشد اقتصاد و سودا در این واخوری هر دو طرف درباره چاره‌های اندیشیده حکومت تاجیکستان و نقشه‌های سازمان ملل متحد وابسته به پیشگیری تاثیر خوف‌های بیرونی بر سوهای اقتصادی ملی و پنجشنبه بیماری کرونا ویروس در جهان صحبت کردند. در سامانه وزارت گفته شده است که سیزین سینان‌اوغلو برنامه مکمل واکنش اجتماعی و اقتصادی به تاثیر کووید 19 در تاجیکستان را معرفی نموده است. نماینده سازمان ملل متحد همچنین قید کرده است که این برنامه بودجه بیش از 61 میلیون دلار را دارد و با 5 سمت از جمله تندرستی، حمایت آدمان، چاره‌های ماکرو اقتصادی، برقرارسازی ماکرو اقتصادی و همگیرایی اجتماعی روانه می‌گردد. در ادامه این واخوری، وزیر رشد اقتصاد و سودا اوید به وضع اقتصادی و اجتماعی و تدبیرهای ضد بحرانی 7 ماه سال 2020 در تاجیکستان معلومات داده، از نماینده سازمان ملل متحد در تاجیکستان خواهش نموده است که کمک و دستگیری ها و برنامه های خود را در تاجیکستان بیشتر نماید. این باری اول نیست که خود حکومت از سازمان ها و مؤسسه های مالی طلب کمک میکند. پیشتر معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دولت علی سعید با بانک آسیای رشد نامه نوشته خواسته بود تا برای کم نمودن تاثیر منفی کرونا ویروس با بلوک اقتصادی 364 میلیون دلار کمک نمایند. به نظر کارشناسان کمک ها و قرض هایی که به حکومت تاجیکستان داده می شود نه همهشان طبق برنامه با جای های لازمه مصرف می شوند. انفجار روز دوشنبه در لوله بزرگ انتقال گاز در شهر دمشق سوریه که باعث شد تمام کشور به نیروی برق شود نتیجه عمل تروریستی است. در این باره خبرگزاری تاس با تکیه به اظهارات علی غانیم وزیر نفت و ذخایر مینرالی سوریه خبر داده است. بعد ارزیابی وضعیت معلوم کرده شد که انفجار در لوله گاز بین منطقه های ادرا و زومر عملی تروریستی بوده است. غانیم افزوده است که با متخصصان میسر شد که مشکلی پیش آمده را در تمام ایستگاه های برقی جمهوری برطرف کنند و فعلا هر کدام از آنها برای کار آماده است. وی گفته است که ساعت های نزدیک انتقال نیروی برق در سرتاسر کشور شروع می شود. این شبکه می گوید که سوختاری با وجود آمده از ترکش را نیروهای آتش نشانی خاموش کردند. قبلا اجانسی سنا با استناد به بیانیه غانیم خبر داده بود که تمام قلمرو کشور بر اثر ترکش در لوله گاز در جنوب سوریه از برق محروم شد. شبکه الاخباری از قول غانیم می گوید که بر اثر این حادثه 3 ایستگاه نیروی برق از کار باز ماند. دیرتر وزیر انرژیتیکای سوریه محمد ظهور خربوتلی خبر داده بود که ایستگاه‌های برقی برای انشاءات حیاتاً مهم برق را تامین می‌کنند و برای برخی از مضافات هم انتقال آن از سر گرفته می‌شود. بینندگان گرامی، اینجا رسیدیم به پایان برنامه خبر امروز. خبرهای بیشتر را می‌توانید در سامانه ما از dan.tv بخونید. مطلب و پیشنهادهایتان را با ما طریق پشت الکترونی، تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو بر رقم زیر بفرستید. با کانال یوتیوب از دو تیوه آبونه شوید و زیر نوارهای آن لایک گذارید. خیر تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.